سرخط خبرها. زیانهای انگفت در نبرد خان‌آباد. برق قطع شده است و یکی از پل‌های مهم هم منهدم. دی خپل هویت ثابت کړ چې دا د پاکستان او دایستان قومنده و او دی په خپله په دغه قومنده کې دی کامیاب شو. دا پولې والو اهمیت دراز مدت افغانستان برای آمریکا. واشنگتن وعده میدهد در بخش های گوناگون با کابل همکاری خواهد کرد، نه تنها در بخش امنیت، بل می خواهیم در بخش های سیاسی و اقتصادی نیز با این کشور همکاری نماییم. رقابت درون گروهی برای رسیدن به کرسی امارت اسلامی. مولوی رسول سردسته انشابی گروه طالبان در برابر ملا هبت الله یکتازی می کند. سلام بر شما بیننده مهمترین ها از یک استید. من نصرت منصور هستم. نظامیان کشور توانستند پس از 12 ساعت درگیری ولسوالی خان‌آباد کندز را دوباره تصرف و تلفات سنگین بر طالبان وارد کنند. عملیات بازپسگیری این ولسوالی از ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز شد و پس از چند ساعت درگیری طالبان از مرکز این ولسوالی دور رانده شدند و اما هنوز درگیری در برخی روستاهای این ولسوالی ادامه دارد. افزون بر ولسوالی خان‌آباد، عملیات ها به هدف پاکسازی عراس افکنان در ولسوالی های چاردره، علی آباد، امام صاحب و برخی از روستاهای این ولایت ادامه دارد. اماد روستایی. یک سال از سقوط کامل کندز به دست طالبان می گذرد. اما روز شنبه ولسوالی خان‌آباد بار دیگر به تصرف این گروه در آمد، هرچند نیروهای امنیتی توانستند پس از چندین ساعت این ولسوالی را از کنترل طالبان خارج کنند. نیروهای امنیتی از چندین بخش به این ولسوالی حمله کرده و نیز نیروهای تازه نفسی از ولایت تخار عملیات بازپسگیری بر این ولسوالی را آغاز می کنند. تقریبا ساعتهای 10 صبح دوباره عملیات بازپسگیری آغاز شد. ولله الحمد امیال شما که مشاهده میکنین ما با نیروهای شجاع امنیتی افغانستان در چوک خان‌آباد قرار داریم. برادر امیشار خان‌آباد به صورت کلی تصفیه کرد. بعد از نیروی مخالفین ضربات سنگین و کوبیده داد. نظامیان کشور طالبان را خانه به خانه و کوچه به کوچه دنبال می کنند. عملیات پاکسازی که پس از نزدیک به 12 ساعت نیروهای امنیتی خودشان را به بازار ولسوالی خان‌آباد می رسانند، پرچم سفید طالبان را پایین و پرچم سیرنگ کشور را بلند می کنند. رهبری نبرد کندز را در چند روز پسین قدم شاه شهیم رئیس ستاد ارتش و جنرال زمره پیکان رئیس عمومی پلیس نظم عامه وزارت امور داخله رهبری می کنند. نبردهای شدید در کندز پای مقام های بلندپایه امنیتی را نیز به این ولایت کشانیده و صبح روز یکشنبه وزیر دفاع ملی نیز به این ولایت سفر کرده است. قطعات مختلف از وزارت محترم دفاع، قطعات ضربتی ما، قطعات کماندوی ما کل وارد کندز شدند. انشاءالله ما مطمئن هستیم که وعد پولیش حمایت قاطع بسیار بجرد تیارهای بیشتری رو در اختیار این عملیات داره. عروس هم علت و انگیزی سقوط خان‌آباد برای چند ساعت و حضور طالبا در این ساحه مشخص نیست، اما ما پلیس ما به خصوص برگانه کشفی و استخباراتی در این مورد وظیفه دادیم که ببینیم که کوتاهی در کجا بوده که نیروهای ما از ساحات مختلف به خصوص از خان‌آباد در بازپسگیری ولسوالی خان‌آباد جسدهای نزدیک به 50 طالب در میدان نبرد مانده و نیز ده ها تن از جنگجویان این گروه زخمی شدند. افزون بر ولسوالی خان‌آباد، هم اکنون نبردها در بخشهایی از ولسوالی چهاردره، قلعه زال، علی آباد و برخی از روستاهای این ولایت ادامه دارد، اما شهرهای کابل و بدخشان همچنان برای ترافیک بسته است و طالبان در بخشهای جاده تسلط دارند.
محمد محقق هشدار می‌دهد که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بر وضعیت نیروهای امنیتی در جبهات جنگ تأثیرات ویرانگر و منفی گذاشته است. او می‌گوید برخی این رویدادها با بحران سیاسی در کشور نیز پیوند دارد. اما امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی می‌گوید طالبان در نهایت شکست خواهند خورد و پیروزی از آن نیروهای امنیتی است. اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی و تأثیرات منفی بر وضعیت امنیتی. همین اکنون در بسیاری از ولایت‌های کشور نیروهای امنیتی در حال نبردهای نفسگیر با هراس افکنانند، از هلمند در جنوب تا بغلان و کندوز در شمال شرق. اما تنش‌ها میان دکتر عبدالله و رئیس جمهور بر وضعیت جنگی در کشور چه تأثیر داشته است؟ بدون شک نابسامانی در عرصه سیاسی تأثیرات بسیار ویرانگر و شکننده را بر جبهات دارد و هیچ شک هم نیست که بعضی حوادث تلخ مرتبط شده باشه به همین قضای بحران سیاسی. امیدوار هستیم که انشاءالله به زودی حل شد. طالبان به تازگی دستاوردهایی در کندوز داشتند. این گروه به روز شنبه توانستند به گونه موقت اختیار ولسوالی خان‌آباد را به دست بگیرند. اما آیا پیروزی های اخیر طالبان نشانه های ضعف نیروهای امنیتی است؟ من هیچ شک ندارم که نیروهای دفاعی و امنیتی ما از حاکمیت دولتی و از تمامیت ارضی دفاع میکنند. این بس پیشرفتنهای روزمرگی را ما باید نبینیم. در تصویر کلی ما بنابرای ای که این نیروها مشروعیت دارند و از یک روایت ملی دفاع میکنند، ما یقین داریم که در این جنگ نهایتاً پیروزی از این طرف. اخیراً تنش‌ها میان دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی بر سر چگونگی تطبیق موافقتنامه حکومت وحدت ملی بالا گرفته است. تنش‌هایی که خیلی‌ها را نسبت به آینده حکومت وحدت ملی نگران کرده است. حال باورها بر اینند که اگر هرچه زودتر این تنش‌ها پایان نیابند، مخالفان مسلح از این وضعیت استفاده کرده و بیشتر وضعیت امنیتی را خراب خواهند کرد. طالبان با جاگذاری ماین پل ترانزیتی آسیای میانه با افغانستان را تخریب کردند. مقام‌های محلی در کندوز می‌گویند که پل آلچین شیرخان بندر را به شهر کندوز و سه ولسوالی دیگر این ولایت وصل می‌کرد و یگانه راه بود برای تجارت و بازرگانی با تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه. از سوی هم طالبان این پل را تخریب کردند. برق وارداتی تاجیکستان و کابل، تخار و کندوز نیز از سوی این گروه قطع شده است. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. پل با درازی نزدیک به 300 متر که روابط بازرگانی را با تاجیکستان و از طریق آن با آسیای میانه وصل می‌کرد، دیشب از سوی طالبان تخریب شد. هرچند مقام‌های محلی در ولایت کندوز می‌گویند که در هنگام انفجار پل 3 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخم برداشتند. بیشتر از این پل مواد خوراکی و سمنت تاجیکستان و آسیای میانه وارد کشور میشد. در چین پل پنوم بانی عدیده چه ده امام صاحب و شرخان بندر لاره تخوندوس وصله وله او بدی بانی ده اولی مواد ده نور مملکتون راتل افغانستان تا بلخصوص کندوز تا او اغای او ضربیات ده دو وطن و ده خلق و دشمنان و نگوخت چه ده مواد دلتا ده خلق و تورسیگی او ده جواندی پادشی واقع پول تا انفجار ورکه که ده خپل هویت ثابت که چه ده پاکستان و ده ایسای کمانده و ده پخپل پده ده کمانده که ده کامیاب شده پول والو ده. حالا تخریب پل آلچین کار صادرات میوی افغانستان را با آسیای میانه و به همین گونه واردات کالاهای این کشورها را به افغانستان دشوار ساخته است. مردم محل پاکستان را متهم می کند که با استفاده از طالبان این پل را تخریب کرده است و علت آن افزایش واردات کالاهای پاکستانی به افغانستان است. فعلا تمام بازارهای پاکستانی را خندور برداشته، فعلا بازار تمام مارکت تمیز تاجیکی است. امکان داره که اگر این پل باز بریم فرصت جور نشه دوباره مارکت ما را ثبت پاکستانی بگیره. آلچین همین شهری که گذشت از بین رفتگی است. پل شیر پل آسیا شفرماز آلی تاجیکی قیمت شده. راه صادرات فراورده های کشاورزی سه ولسوالی حاصلخیز شهر کندوز هم اکنون بسته است. از دو لحاظ برای ما ضرر رساندن، یکی که شیرخان بندر رفت و آمدشان قطع کرده و مشکلات ایجاد کردن و ترانزیت که ما به تاجیکستان ترانزیت میکنیم، جنس همه بریم جنس همه بریم.
این بار طالبان با قطع برق وارداتی تاجیکستان ولایت های کندز و تخار را در تاریکی فرو بردند و نیز بخش از شهر کابل را. مشکل ما در منطقه پل آلچین است که این منطقه فعلا جنگ جریان داره. فکر کنم تا فعلا همکار ما را اجازه داخل شدن ندادن. هرگاه همکار ما را اجازه بتن و یا هم مشکلات امنیتی وجود رفع شود، در کمتر از 3 ساعت 4 ساعت یک لین است در زمین افتاده و بالای دستگاه او را پس دوباره اوجا میبرن، جوین میکنن و اصل میسن. شدت یافتن جنگ در هلمند، ننگرهار، به ویژه خان‌آباد کندز که بعد از طرف طالبان در آمد، میزان بیجا شدگان داخلی را افزایش داده است. بیجا شدگانی که در خانه هایشان طالبان سنگر گرفتند و بیشترین آسیب را کودکانشان میبینند و از آموزش و بهداشت نیز محرومند. حقوق بشریشان با ناملاقات مواجه شدن و در برخی از حالات حتی افراد هم کلانهایشان و ریسفیداشان دیزگیر شدن، حتی به قتل رسیدن و در بسیاری موارد فامیل جدا شده، نصفش فرار کرده به یک طرف و نصفش دیگه طرف، یعنی یکی دیگه خود پیدا کرده نمیتونه، حتی چون که یا در حالات بسیار فوری و چنین ترک خانه های خود مجبور شدن. و کسان هم که در کندز باقی ماندن در جریان جنگ ها به های مواد خوراکی افزایش یافته است. به همین گونه در ولایت تخار با یک مشکل بسیار جدی ما افزایش قیمت افزایش مواد خوراکه و همچنان مواد سوختی در ولایت تخار. شما در جریان هستیم که از یک هفته به این طرف راه مواصلاتی ولایت تخار به ولایت دیگه بسته است. پارسال نیز هنگامی که شهر کندز بعد از طالبان سقوط کرد، شمار زیاد از مردم کشته و شمار هم به قحطی روبرو شدند. نهادهای دولتی، بانک ها و حتی کاروان های مواد خوراکی با آتش کشیده شدند. ریاست اجرایی میگوید در صورتی که رئیس جمهور غنی به موارد پیشنهادی دکتر عبدالله پاسخ مثبت ندهد، رهبران جریان اصلاحات و همگرایی تصمیم نهاییشان را خواهند گرفت. مدارکی که بر رسانه ها درج کرده نشان میدهد که دکتر عبدالله در دیدارش با رئیس جمهور یک فهرست از خواستها را پیشکش کرده است که تاکنون رئیس جمهور در مورد آن پاسخ نداده است. بشیر احمد قاسانی گزارش میدهد. نزدیک به 2 سال پیش رهبران حکومت وحدت ملی با امضای یک توافقنامه سیاسی و بحران سیاسی ناشی از انتخابات جنجال برانگیز پایان دادند. اما پس از نزدیک به 2 سال بار دیگر رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر عملی نشدن موافقتنامه دچار اختلافات شدند. دکتر عبدالله اکنون تاکید دارد که موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی باید عملی شود و در دیدار با رئیس جمهور غنی این بسته از خواسته ها را مطرح کرده است. تصمیم گیری مشترک در مورد مهم صورت گیرد، وظایف نخست وزیر اجرایی مشخص و مداخله در آن صورت نگیرد، مساوات در گزینش مقام های دولتی رعایت شود، کمیسیون تعدیل قانون اساسی ایجاد شود، اصلاح نظام انتخاباتی عملی شود، توزیع شناسنامه های برقی آغاز شود، از ایجاد نهادهای موازی جلوگیری و از مرکزی شدن بیش از حد تصامیم خودداری شود، به صلاحیت های اجرایی مشاورین پایان داده شود، برخورد دوگانه با وزرا، سفیران، والیان و رؤسای مستقل صورت نگیرد. تصمیم یک جانبه در سیاست خارجی بیرون کردن نامهای طالبان از فهرست سیاه و احتای مدال ها مورد قبول نیست. پیشرفت نشست ها و اگر احیانا به نتیجه هم نرسند، در مشوره با ججیان اصلاحات و همگرایی و رهبرای ارشد ججیان تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. اینها موارد مهمند که دکتر عبدالله با رئیس جمهور غنی مطرح کرده و قرار است در نشست بعدی درباره آنها رئیس جمهور ابراز نظر کند. دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله. از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس با اردو رهبر حکومت وحدت ملی یک بار دیگر میان آنان میانجیگری کرده است. دور سوم مذاکره است که ما تا چه حد با میتونیم زمینه همکاری مشترک در این فاز یا مرحله نو از حکومت وحدت ملی وجود دارد. جامعه بین المللی مداخله مثبت بکنه در امور افغانستان. اگر مداخله مثبت جامعه بین المللی نباشه، ارزش های متفاوت و دورنماهای متفاوتی که بین رهبرای حکومت وحدت ملی از دید تفکر و
از دید برنامه ها وجود دارن میتونه یک بار دیگه معضلات بسیار بزرگ بار بیاره و افغانستان به طرف بحران بسیار عمیق تر بکشونه. سوگند یاد میکنم که به بار آگاهان رهبران حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته به وعده هایشان عمل نکرده و به شدت افکارم از آنها ناراض است و باید در مدت باقی مانده از حکومتشان به مشکلات درونی این حکومت پایان دهند. مولوی رسول شاخه جدا شده امارات اسلامی طالبان، ملا هبت الله رهبر کنونی طالبان را دست نشانده پاکستان می داند و تاکید دارد که گروه او با تمام توان در برابر آنان استادگی خواهند کرد. ملا رسول که خود را امیرالمومنین می داند به تازگی تشکیلات نظامی خود را اعلام کرده و بر ضد ملا هبت الله اعلام جنگ کرده است. حامیان دیروز، دشمنان امروز. با اظهار تشکر و قدردانی از جناب حضرت مولوی سرسلیم که التقاطهای بی‌پیشینه از حامی دیرینه طالبان که با آدرس پاکستان مطرح می شود. گورنر جنرال پاکستانی بچه های خود خانواده ملا عبدالله منصور رو می‌برند. برایشان میگه که پدرتون برای نهاد رفته، تو برو برای جهاد برو. امروز فحشاخانه های پاکستان برای همه ما شما معلوم است. امروز تمام قانون محکمه و قضای پاکستان از انگلیس است. امروز او دستان اسلام برای ما نشان میده. مولوی رسول شاخه جدا شده امارات اسلامی طالبان با انتقاد شدید از معامله‌گری پاکستان این کشور را بزرگترین دسیسه‌گر منطقه می‌داند و تاکید دارد که با تمام توان در برابر این کشور ایستادگی خواهند کرد. بذارید که همه دشمنان ما خوار و ذلیل شوند، بیان متحد باشیم. برادران محترم، در پهلوی یک دیگر قرار بگیریم، صمیمیت و قوت خود حفظ کنیم. با والله قسم دشمنهای امروزی ما، دشمنهای همسایه ما، طرفدار عزیز هستند که خانه خانه ما دشمن یک دیگر باشد. خانه خانه ما نان خود نخونه نداشته باشند. خانه خانه ما سرک و پرچک نداشته باشد. اینها کسانی هستند دشمن نان ما هستند. در این حال معاون این گروه ملا هبت الله رهبر جدید طالبان را ابزار پوسیده شده در دست پاکستان و سایر حامی این کشور می دانند. اطمینان براتان بدم. هر اندازه که قوت اتمی است، هر اندازه که قوت شیطانی است، اما امروز لباس اسلام ما از پیشان کشیدیم. دیگه پاکستانی دعوای کردن را تو نکمه مسلمان است. مسلمانی در وجود و نظام اونها نیست. امارات اسلامی زیر رهبری مولوی رسول همچنان تشکیلات جدیدش را برای فعالیت‌های گسترده اعلام کرد. برادرزاده ملا منصور عبدالله، جانشین ملا منصور عبدالله و جانشین معاون امارات اسلامی افغانستان، معاون ملا منصور رسول اخوند است و مسئول محاز جهادی منصور عبدالله است. مولوی صاحب نقیب الله، معاون اول همین محاس و مسئول زون ولایات پنجگانه. این همه در حالی است که هفته پیش شماری از چهره های وابسته به منصور دادالله به شمول پدر و برادر وی به ملا هبت الله اعلام بیعت کردند، چیزی که به گفته معاون مولوی رسول به زور و فشارهای پاکستان بر خانواده ملا منصور تحمیل شده است. بیننده مهمترین خبرها در ساعت ده شب نیز از یک باشید. خدا نگهدار.